سلام دوستان و همراهان گرامی، امروز اومدیم که با هم شربت سکنجبین رو درست کنیم، چون یکی از بهترین شربت‌های فصل بهار و تابستان هست. فصل بهار از جهت خوردن کاهو و فصل تابستان از جهت مصرف به عنوان شربت که بسیار بسیار عالی و مفید. ما برای درست کردن شربت که خیلی هم ساده است، یعنی اصلا هیچ سختی خاص خودشو نداره، اول کاری که میکنیم میایم 3 لیوان فرانسوی شکر به قابلمه‌مون اضافه میکنیم و اما نصف اون، یعنی 1.5 لیوان فرانسوی که من اندازه کردم و داخل این ریختم، آب بهش اضافه میکنیم. ما منتظر میمونیم این آب و شکری که ریختیم تبدیل به شهد بشه و شربتش آماده بشه تا بقیه موارد رو انجام بدیم. من همجور که توضیح دادم بسیار ساده است. وقتی که ببینید شیرمون و شهدمون اینجوری قل میزنه، یعنی در حال آماده شدنه. ما نصف لیوان فرانسوی سرکه داریم. من این سرکه سیب هست استفاده میکنم. شما هر سرکه ای رو که مایل بودین میتونین استفاده کنین. من میریزم داخلش و منتظر میمونیم که شهدمون مجدداً به جوش بیاد. خب وقتی که حدوداً 2-3 دقیقه این سرکمون با شهدمون جوشید، نوبت اینه که من نعناها رو اضافه کنم. این یه بسته نعنا بوده، مقدار نعنا به خودتون بستگی داره، اما خب برای این مقداری که من در نظر گرفتم یه بسته کافیه. یه بسته نعنایی که داشتیم با ساقه پاک کردم، اضافهش رو جمع کردم، شستم و الان این رو به شهدمون اضافه میکنم. بودم 5 دقیقه میذاریم بجوشه با نعنا، به خاطر که اسانسش خارج نشه دربو میذاریم. خب این مدت 5 دقیقه‌مون تموم شده، من خاموشش میکنم. نعناها داره همجور میجوشه، بوی خیلی قشنگی توی هوا متساعد شده. من دربشو میذارم و میارم به مدت حداقل 24 ساعت کنار آشپزخونه میذاریم بمونه. تو دمای آشپزخونه تو هر فصلی هیچ فرقی نمیکنه. بعد صاف میکنیم، از صافی و آبکش میذارونیم و اون چیزی که ما حاصل باقی موندهش میشه سکنجبینی که ما مورد استفاده قرار میدیم. خب دوستان عزیز، 24 ساعت گذشت و نعنا و سرش رو به شهد ما پس داده و ما الان وقتیه که اینو صافش کنیم. من داخل یه صافی میریزم. ببینید این همون شربت سکنجبینی هستش که به ما داده. ما برای صرف حتما در خدمتتون هستیم. دوستان عزیز، همراهان بزرگوار، همچون که مشاهده میکنین شربت سکنجبین ما آماده شد. آوردیم شربت خدمتتون و مقداری سکنجبین که با کاهو نوش جان کنید. اگر از این ویدیو راضی هستین، لطفاً کانال رازهای شیرینی پزی و کانال رازهای آشپزی رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم فراموشتون نشه. از اینکه ما رو تماشا کردین سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم و به خدای یکتا می‌سپارم. خدا نگهدار.